بارک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام هفتگی خود به مردم این کشور به خانواده های قربانیان تیراندازی در شهر سن برناردینو و اهالی ایالت کالیفرنیا تسلیت گفت. آقای اوباما تصریح کرد که مردم آمریکا با چنین حوادثی وحشت زده نمی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا همچنین از قانونگذاران این کشور خواست با بستن مجاری قانونی و اعمال محدودیت خرید اسلحه در آمریکا را کنترل کنند. اف پلیس فدرال آمریکا گفته است که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد مهاجمان کالیفرنیا تروریستی الهام گرفته بودند پیام یزدیان گزارش میدهد پرزیدنت اوباما در پیام هفتگی خود گفت قلب ما با مردم سان برناردینوس شهر دیگری که با خشونت غیر قابل وصف آسیب دیده است آقای اوباما درباره انگیزه مهاجمان گفت باید فرصت داد تحقیقات انجام شود او در این حال به این احتمال اشاره کرد که مهاجمان ممکن است تحت تاثیر عقاید افراطی بوده باشند. کاملا امکان دارد که دو مهاجم افکار افراطی داشتند که مرتکب این اقدام وحشتناک شدند و نمایانگر خطری است که ما سالها به آن توجه داریم خطر آلوده شدن به عقاید افراطی خشونتبار ما میدانیم داعش و دیگر گروه های تروریست فعالانه مردم جهان و مردم آمریکا را به ارتکاب اعمال خشونتبار تشویق کردند با اینکه ما برای جلوگیری از این حملات کار میکنیم همه ما سازمانهای دولتی مجریان قانون اجتماعات مردمی رهبران دینی باید تلاش کنیم از گرایش مردم به این عقاید نفرت انگیز جلوگیری کنیم پرزیدنت اوباما به انواع سلاحهای پیشرفته نظامی که مهاجمان در کشتار این شهر استفاده کردند اشاره کرد و گفت این واقعهٔ دردناک بار دیگر یادآور آن است که در آمریکا خرید سلاح برای افراد خطرناک بسیار ساده است او از قانونگذاران خواست برای ایجاد محدودیت بر خرید سلاح اقدام کنند در حال حاضر اشخاصی که در فهرست ممنوعیت پرواز قرار دارند میتوانند وارد فروشگاه اسلحه شوند و سلاح بخرند احمقانه است اگر کسی آنقدر خطرناک است که نمیتواند سوار هواپیما شود با این تعریف آنقدر خطرناک است که نباید اسلحه بخرد و از این رو من از کنگره میخواهم مجاری قانونی را که اجازه میدهد این گونه اشخاص سلاح بخرند مسدود کند پرزیدنت اوباما گفت راه گرامی داشتن قربانیان سان برناردینو این است که مردم آمریکا متحد شوند و به آنهایی که میخواهند به مردم آسیب برسانند این پیام را بدهند که ما به ارزش که جامعه باز و آزاد است پای بندیم. پویایی داریم و دچار وحشت نخواهیم شد. در همین حال جیمز کومی رئیس پلیس فدرال آمریکا (FBI) گفت تحقیقات تا این مرحله نشان میدهد قاتلان عقاید افراطی داشتند. تحقیقات تا این مرحله شواهدی را نشان داده است که قاتلان افراطی بودند و بالقوه از سازمان های تروریستی خارجی الهام گرفته بودند. در همین حال به گزارش رویترز داعش مدعی شده است. مهاجمان در تیراندازی سان برناردینو از پیروان این گروه بودند.